چیز کمتر از دو ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری میگذرد، اما نتیجه این انتخابات هنوز هم در حاله از ابهام قرار دارد. نگرانی ها و انتقاد ها از تقلب گسترده در این انتخابات وجود دارد، تا جایی که بسیاری دسته های انتخاباتی روند بازشماری آرا را تحریم کردند. هنوز هم مشخص نیست که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری چه زمان اعلام می شود. حالا که در مناطق امن که مربوط به سایه دولت هستم یک بحران سیاسی به وجود بیاید، هیچ کس گفته نمیتونه که بحران نظامی با شکل بحران سیاسی شکل نظامی هم به خود پیدا نمیکنه. یعنی در افغانستان بارها تجربه شده. بنابراین کمیسیون باید با بی‌طرفی کامل وظیفه خود درست انجام بده. از سوی هم ویدیوها در صفحه های اجتماعی نشر می شود که به گفته بسیاری تقلب به نفع یک تیم خاص در جریان بازشماری آرا را نشان می دهد. بسیاری ها هشدار می دهند که اگر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری با وضعیتی که جریان دارد اعلام شود، بحران فراگیر دامنگیر افغانستان خواهد شد. دولت خاصتا جناب رئیس جمهور و کمیسیون اشتباه جبران ناپذیری میکنه. کشور به یک بحرانی خواهد رفت که هیچ کسی توان مهارش نخواهد داشت. انتخابات اینا قصدن به میتو یک حالت بردن که برنده و بازندهش معلوم نباشه تا به حال ره. در این میان مردم نیز نگران سرنوشت کشور با ادامه وضعیت کنونی انتخابات ریاست جمهوری است. آنان تأکید دارند که حکومت مردم را گروگان گرفته است. از انتخابات به اندازه دل سرد هستیم که در 2014 هم میشکل کردن و عالم مردم افغانستان اینا به گروگان گرفتن. اصلا هم انتخابات یا خود به یک تمسخر گرفتن دیگه. از روند بازشماری آرا انتخابات ریاست جمهوری تنها دسته های انتخاباتی دولت ساس و مادر وطن و همچنان برخ نهادهای ناظر نظارت کردند. شماری از دسته های انتخاباتی این روند را خلاف قانون خوانده و هشدار از بحران دادند.